26 روز اردیبهشت ماه برابر با 16 می، سال 1209 خورشیدی برابر با 1830 میلادی. در گذشت ژان باتیست فوریه، ریاضیدان فرانسوی. ژان باتیست جوزف بارون دو فوریه که از ابتدای کودکی به یادگیری ریاضیات علاقه بسیار داشت، تحقیقات علمیش را بر موضوع انتشار حرارت متمرکز کرد و پس از تلاش بسیار موفق به ابداع آنچه سلسله فوریه نامیده می شود شد. بر اساس این نظریه، هر نوسان متناوب که عیناً تکرار شود می تواند به صورت یک سلسله از حرکات موجی ساده منظم تنظیم گردد، به طوری که مجموع آنها عبارت از همان تغییر متناوب در هم پیچیده باشد. فوریه نتیجه تحقیقات خود را در کتابی به نام نظریه تحلیل حرارت تألیف کرد. وی همچنین درباره پدیده‌های ارتعاشی شامل صوت و نور نیز تحقیقاتی گسترده انجام داده است. سال 1326 خورشیدی برابر با 1947 میلادی، در گذشت سر فردریک هاپکینز، دانشمند انگلیسی کاشف ویتامین. فردریک هاپکینز که بعدها به یکی از محققین بزرگ علم پزشکی مبدل شد، در لندن دیده به جهان گشود. وی پس از پایان تحصیلاتش در رشته زیست شناسی به تحقیقات علمی دامنداری مشغول شد که تا پایان عمرش ادامه یافت. وی همچنین به مدت 30 سال استاد زیست شناسی دانشگاه کمبریج انگلستان بود و به تدریس مشغول شد. هاپکینز در ادامه تحقیقات خود موفق به کشف تریپتوفان، ماده از دسته آمینو اسیدها گردید و پس از چندی دو نمونه پروتئین کشف کرد که یکی از آنها به ادامه زندگی کمک می کند. هاپکینز همچنین طی این تحقیقات موفق به کشف ویتامین شد که نوعی ماده عالی به شمار می آید که باید به مقدار کم در غذای انسان و جانوران موجود باشد تا رشد و نمو به صورت طبیعی صورت گیرد. کلمه ویتامین که از ویتا به معنی زنده و آمین که نوعی ماده شیمیایی است مشتق شده، به طور کلی شامل مواد حیات بخشی هستند که برای رشد و ادامه زندگی لازم بوده و فقدان آنها سبب بیماری ها و عوارض گوناگون می شود. همچنین ویتامین ها در تبدیل غذا به انرژی و انتقال انرژی به نقاط مختلف بدن در تنظیم سوخت و ساز بدن نیز اهمیت دارند. هاپکینز به واسطه این کشف به دریافت جایزه نوبل نائل آمد. سال 1390 خورشیدی برابر با 2011 میلادی، در گذشت حسن احمد گیوی، استاد زبان و ادبیات فارسی، نویسنده، پژوهشگر، ادیب و استاد دانشگاه که به گفته گروهی از معروفترین شاگردان بدیع الزمان فروزانفر به شمار می آمد. وی مدرک دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دریافت کرد و سالها در این دانشگاه و دانشگاه‌های دیگر از جمله علامه طباطبایی دانشگاه آزاد، واحدهای شمال و خلخال تدریس نمود. از معروف‌ترین آثار گیوی میتوان به کتاب‌های زبان و نگارش فارسی، دستور ویرایش زبان فارسی و دستور زبان تطبیقی فارسی و ترکی اشاره کرد.